میشه نوار قرمز. خب که اصلا اشتباهه. یا توی مثال دیگه که داریم take someone for a ride، take someone for a ride هم یه اصطلاحه، در اصطلاح هم به معنی به نحوی سر کسی کلاه گذاشتنه، ولی یه معنای لغوی هم داره که اگر مترجم متوجه نشه که این اصطلاحه و بیاد از معنای لغویش استفاده کنه، میتونه واژه به کسی سواری دادن و یا کسی را رساندن رو به جاش بذاره که کلن ترجمهش اشتباه میشه. در حالت دوم این بودش که بیاد یه اصطلاح رو که ساختار مشابهی داره ولی معنای متفاوتی داره، یعنی یه ضرب المثل توی هر دو زبان یه شکله ولی دوتا مفهوم متفاوت داره. خب در چنین حالتی مترجم میاد به اشتباه معنای زبان مقصد رو میذاره، چون فکر میکنه ساختار شبیه همون اصطلاح زبان مبدأه، که این هم یه جورایی براش مشکل ساز میشه و اصلا ممکنه ترجمه غلطی رو ارائه بده. قسمت دوم مشکلات ترجمه، مشکلاتیه که در حین ترجمه برای یه مترجمی که داره اصطلاحات رو ترجمه میکنه به وجود میاد. تو قسمت اول حالتی رو بررسی میکنیم که عمدتاً برای مترجم ها مشکل ساز میشه. There is no equivalent for an idiom in target language. اول از همه این که ممکنه یک اصطلاح و یا یه عبارت ثابت اصلا معادلی تو زبان مقصد نداشته باشه، یعنی هیچ نوع equivalent باشه. چون ممکنه اون اصطلاح یا عبارت ثابت وابسته به فرهنگ زبان مبدأ باشه، فرهنگی که برای جامعه مقصد ناملموسه. اصلا ممکنه توش از یک کلمه خاص فرهنگی استفاده کرده باشه که بازم برای خواننده مقصد ناشناس، یا ممکنه که اصلا اون اصطلاح مربوط به الگوهای اجتماعی رفتاری مختص به یه زبان خاص باشه که در این صورت مترجم همچین عبارتی رو نمیتونه ترجمه کنه، ترجمهش براش چالش برانگیزه. به مثال زیر نگاه کنین، مثلا ما تو فارسی میگیم خسته نباشی، خب توی انگلیسی ما برای این همچین عبارتی رو نداریم. این چه میدونم از have a good time، have a good day و اینجور چیزا استفاده میکنیم، وگرنه خود خسته نباشید رو توی انگلیسی دقیقا نداریم. یا اینکه your sincerely داریم که توی عربی براش معادل نداریم، توی انگلیسی اون عبارت رو داریم که توی عربی براش معادلی نداریم. حتی این قبیل اصطلاحات یا عبارت ترجمه ناپذیر نیستن، ولی ترجمهشون به شکل عادی سخته. مترجم باید سعی کنه از راهکارها و استراتژی‌ها استفاده کنه تا بتونه یه ترجمه خوب ارائه بده. دومین مشکلی که در حین ترجمه به وجود میاد اینه که the term has the same structure and appearance in both source and target languages, but its meaning and context of use are different in two languages. یعنی چی؟ یعنی میگه که ممکنه یه همتای شکل یکسانی داشته باشه اما کاربرداشون متفاوت باشه. ممکنه یک اصطلاح ساختار مشابه و ظاهر مشابه داشته باشه اما کاربردشون متفاوت باشه. مثلا به این مثال توجه کنید. To go to the dog. To go to the dog یعنی چی؟ توی انگلیسی یعنی از دست دادن خصوصیات خوب، اما توی آلمانی یعنی جان خود را از دست دادن. درسته که یه اصطلاح با یه ساختار مشابه، ظاهر مشابه، اما دوتا کاربرد کاملا متفاوت از هم رو داره ارائه میده. کانتکست آف یوزاشون کاملا از هم متفاوت. مشکل بعدی اینه که ممکنه این ایدیم both the literal meaning and the deep meaning are considered together. یعنی یه اصطلاح توی یه زمان هم معنی لغویش مهمه، هم معنی کلی اصطلاح، هم literal meaningش، هم deep meaningش. در این حالت مترجم اصطلاحی مشابه تو زبان مقصد رو پیدا میکنه اما لغتاش متفاوته، چون اگه معنی یه اصطلاح تابع ترجمه لغوی هم باشه ممکنه یه سبک آهنگین داشته باشه دیگه، که اصلا همین اصطلاح رو جذاب میکنه. ولی خب مترجم نمیتونه ویژگی دوم رو تو ترجمهش ایجاد کنه، یعنی این ویژگی رو نمیتونه همزمان هم معنی رو بیاره هم اون حالت آهنگین رو، پس ترجیح میده فقط معنا رو انتقال بده. گویا ممکنه که ترجمه لغوی باعث ایجاد یه طنز داره میشه، یعنی اون ربط داشتن سبک لغتیش به هم ممکنه ایجاد یه طنز کنه و این زیبایی اصطلاح رو چندین برابر کنه، که بازم خب چون مترجم نمیتونه اون حالت طنزگونه رو انتقال بده
به مشکل میخوره و فقط میاد معنا رو انتقال میده.